با عرض سلام مجدد، ما با ساعت قدیم نگاه میکردیم و بعد هم حالت جسمی من خیلی این روزها مناسب نیست، به خصوص امروز که اصلا میخواستم که به استودیو نیام، ولی به هر حال شوق دیدار شما ما رو تا اینجا کشید. ما هنوز یک ساعت فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. به ادامه کارمون میپردازیم. دوست عزیزی سرور ارجمندی تصور میکنم که جناب میر انصاری بودند که تلفن فرموده بودند و خواسته بودند که کانستیتوشن آف مدینه یا دستور مدینه در اینجا گفته بشه. اتفاقا در زمان تنفس من گشتم ببینم که این نوشته هایی رو که الان هم ممکنه که در تنفسی باشه بگردم پیدا بکنم و اینها، ولی در حفظ ندارم. البته از روی نوشته باید بخوانم و اگر هم این جلسه این بار نشه در نشستی دیگر حتما این کار رو خواهیم کرد. ما به فکر این که وقت تمام شده این موضوع رو به کوتاهی گذاروندیم. فکر میکنم که به اندازه کفایت درباره این آیه با هم صحبت کردیم. میپردازیم به موضوع بعدی که مورد بحث این جلسه من بود میبودیم و به اون کار ادامه میدیم. در مورد جن مایل هستم که آیه های قرآن رو با شما مطرح بکنم. در این قسمت باید گفت که ما حدود دویست و یک آیه در قرآن داریم که ارتباط با موضوع جن داره و فکر میکنم که چند تایی از اونها رو در هر برنامه‌ای مطرح بکنیم تا در پایان کار به مفهوم جن از دیدگاه قرآن پی ببریم. از همه کسانی که در این سفرهای طولانی همراه ما هستند التماس دعا داریم و از اینها میخواهیم که برای ما دعا کنند که هم توفیق معنوی و هم توفیق جسمانی داشته باشیم که این بار سنگین و این وظیفه دشوار رو به طور کامل انجام بدیم و هر 201 آیه قرآن رو در ارتباط با این موضوع بتوانیم که مطرح بکنیم. در مقدمات باید نسبت به این موضوع مهم این رو عرض بکنم که جن به مفاهیم مختلفی در قرآن آمده، اما مفاهیم بیشتری در کتاب لغت معنی داره، در دیکشنری داره. من مختصری از این تعاریف رو با ترجمه کوتاه و لغوی به انگلیسی و بعد توضیحش به فارسی رو برای شما میدم که تعدادی از بیننده هایی که اضافه شدن به بیننده های معمول ما و جوان هایی هستند که پیشنهاد کردن که شما اگر که مطالب رو به انگلیسی هم بیان بکنید برای ما بهتره و برای ما واقعا امکان نداره که ما یک عبارتی رو یک بار به فارسی یک بار به انگلیسی بیان بکنیم و اصلا همه مردم خسته و پریشان میشن. خود ما هم خیلی سختمان هست که مرتب بین دو زبان گردش کنیم و سرگردان بشویم. و اگر بخوایم به یک زبان خاصی مثلا انگلیسی بگوییم که بیننده های اصلی خودمون را از دست میدیم. این است که فکر کردیم حالا تا زمانی که ما کانال انگلیسیمون رو باز کنیم و از دیگران و جوانان بخوایم که این بار رو به عهده بگیرن، فعلا فقط لغت رو به انگلیسی بگیم ولی دیگه توضیحاتش رو واگذار کنیم به پدرها و مادرها که به بچه هاشون انگلیسی بگن. و به همه جوانانی که به بیننده های ما اضافه شدند خوش آمد میگم و
باید سعی بکنن که بالاخره اونها هم زبان دومی رو بهتر یاد بگیرن. یکی از معانی جن در زبان انگلیسی یا زبان عربی مفهوم ویلد به معنای چادر، به معنای سرپوش، به معنای پوشاندن یا چادر یا سرپوش معنی میده. چیزی که به وسیله پوشش، به وسیله قالب یا به وسیله روکش یا پوشش و امثال آن یک چیزی رو شما پنهان بکنید و پوشیده نگه دارید، حالا یا بپوشانید او رو یا قالب او رو پنهان کنید و یا یک چیزی بر او روکش کنید یا پوشش کنید. مفهوم دیگری که می‌دهد معنی کنسیل هست، پنهان کردن و پنهان شدن و همینطور مخفی کردن و مخفی شدن، از نظر مخفی شدن، دیده ناشدنی شدن، تبدیل شدن به چیزی که دیده شدنی نباشه، محفوظ شدن در نهان، در ناپیدا و به صورت غیر قابل رؤیت جسمانی در آمدن، چیزی که نتواند انسان او رو رؤیت قالبی کند، یعنی قالب او قابل رؤیت نباشد. معنی دیگری که در زبان انگلیسی به جن covered گفته می شود که اون هم تقریبا معنی مشابهی داره با مختصر تفاوت‌هایی، که پوشیده میده، معنی پوشیده، معنی مظروف نادیدنی، یعنی شما اگر که یک ظرفی داشته باشید، یک فنجانی داشته باشید که این فنجان شیشه‌ای باشه، کریستال باشه، در درون این شیشه آب رنگی بریزید، مظروف این آب رنگی، ظرف این فنجانه و مظروف دیده میشه. اما اگر شما در یک قوطی حلبی همون آب رنگی رو بریزید، اون مظروفه، هنوز هم مظروفه، ولی مظروفی است که دیده نمیشه، با وجودی که دارای قالب هست، اما این قالب معرف اون مظروف نیست. مظروفی که در ظرف خودش قابل رؤیت نیست. چیز کشف ناشدنی در قالب و در شکل کشف میشه، ولی به صورت قالب و به صورت شکل نمیتوان که او رو پیدا کرد. وقتی که قالب پوشیده میشه، انسجام یک چیزی غیر قابل رؤیت میشه، مفهوم این جن هست. دیگر از مفاهیمی که در ارتباط با جن، در بعدن که آیه های قرآن رو میخوانیم باید به اینها توجه بکنیم، معنی تو هاید، پنهان شدن و از نظر دور و ناپدید شدن، یا معنی های نظیر این میدهد. یکی دیگر از معانی جن به انگلیسی باید بگیم protected one، چیزی که محافظت میشه و هم مخفی میشه هم محفوظ میشه. ما میبینیم بعضی از چیزها مخفی میشن اما محفوظ نمیشن، مثلا همه این چیزهایی که گم میشن، همه اینها مخفی شدن، ولی همه اونها محفوظ نیستن، بلکه آدم بعضی چیزها رو هم مخفی میکنه هم محفوظ میکنه، یعنی دیده نمیشه ولی ما میدانیم که کجا هست و چرا هست و چگونه هست. یا چیزی که در واقع لباس روی او پوشیده میشه و ملبوس یک لباسی میشه، همینطور اسباب استتار و اسباب پوشاندن. جن همینطور معنی سپر میده و در بعضی از جملات معنی قبر میده، چون قبر هم
چیزی است که باعث پنهان شدن جسد میشه، به قبر هم در بعضی از ادبیات قدیم عرب جن میگویند. معنی دیگری که برای جن میشود قائل شد invisible، یعنی که نادیدنی است و غیر قابل رؤیت است یا غیبی است یا بیغالب است. معنی دیگری که برای این واژه می شود استفاده کرد تسخیر شدن، در تاریکی قرار گرفتن یا مورد تسلط قرار گرفتن، سیاه شدن، گرفتار آمدن. مثلا به سیاهی شب در قرآن جن میگویند یا darkness of night. میرسیم امشب انشاءالله به اولین آیه مربوط به همین واژه خواهد بود، چیزی که بشود به اون سیاهی شب گفت یا تاریکی گفت یا ظلمات گفت یا چیزی که ناپیداست اما ما میدانیم که موجود است. مثل اینکه شما در تاریکی شب احساس میکنید که باد میوزه، شما باد رو نمیبینید و در روز هم شما باد رو نمیبینید، ولی در شب این عدم دیدار بیشتر برای انسان مشهود میشه. واژه های دیگری که در این ارتباط میشه بیان کرد محروم، deprived، و کسی که بیوه هست و شوهر او مرده، باز هم در بعضی از ادبیات عرب دیده میشه که جن به او گفته میشه. همینطور یتیم با همین واژگاهی شناخته میشه و کسی که عزادار هست او هم به همین نام بعضن دیده شده که خوانده میشه. البته همه این مفاهیم در قرآن نیست و خواهیم گفت که کدام یک از این مفاهیم و معانی در قرآن وجود داره، ولی آشنایی با این که وسعت مفاهیم و معانی این واژه چقدر در ادبیات عرب زیاده و چقدر گستردگی و شمول مفاهیم و معانی این واژه در زبان عربی زیاده، کاربرد این و اهمیت این واژه رو نشان میده. به این خاطر اگر دقایقی مصروف بشه و ما بیشتر به عمق این مطالب فکر بکنیم، این گمان میکنم که وقت ما تلف نشده باشه. همینطور جن به معنای confused یا پریشان احوال معنی میده، به معنای شعور معنی میده. جن همینطور معنای شعور میده و معنای ذهن میده، معنای پریشانی میده، معنای انسین یا ذهنیتی که به تصرف غیر در آمده، همینطور معنای دیوانه و همینطور خونچهی که تبدیل به گل میشه. دیگر از این ریشه جن، جیم و دو تا نون پشت سر هم، ریشه واژه کاملا متفاوتی است که به نام باغ و سبززار و گلستان و بوستان و نظیر اینها هم معنی میده. اون چیزی که در قرآن به مفهوم جن اشاره میکنه موجودات پنهانی هستند که شناخت اونها به وسیله حواس خامسه انسان مقدور و ممکن نیست و مثل اینکه ما پنج حس داریم، حس لامسه داریم، بویایی داریم، گویایی داریم، شنوایی داریم، دیداری داریم، اینها هیچ کدام اینها قادر نیست که جن رو شناسایی بکنه و از اسباب و حواس دیگری باید استفاده کرد و
جن رو باید شناسایی کرد. این هم یکی از مفاهیم دیگر جن هست. همینطور صفت ضعف و ناتوان شدن در بعضی از عبارات با جن تعریف میشه و بعد هم در زبان انگلیسی، زبان لاتین، زبانهای لاتین میبینیم که جن رو به معنای ژن معرفی میکنند که در واقع به قسمت مولد و سازنده وجود انسان اشاره میکنند، که اون عاملی که نقشه ساختمان انسان رو به عهده داره و معمار در واقع یا بنای ساختمان وجود انسان رو هم جن و یا ژن میگوییم. جن در قرآن به معنای دیو، به معنای اهریمن، به معنای شیطان یا به معنای ابلیس، به معنای شیطان، به معنای اهریمن، به این مفاهیم هم در قرآن آمده. و مفاهیم دیگری که شاید تعریف اونها باعث ملال شما بینندگان ارجمند بشود. همونطور که عرض کردم در قرآن مجید واژه ریشه یعنی جن 201 بار در 8 مشتق مختلف در قرآن آمده و بیشتر در قرآن جن به معانی پوشیده، سربسته، مستور، مستتر و همینطور به معنای خاص یک موجودی با مشخصات معینی به نام جن یک اسم خاص در قرآن آمده، همون چیزی که مورد نظر همه ماست. و ریشه دیگری یعنی مشتق دیگری که از این ریشه برمیخیزه که همین ریشه مشترک داره، موضوع هم جنت هست که عرض کردم به معنای باغ و بوستان هست و موضوع جنون هست به معنای سودازدگی و تسلط پذیری و وابستگی روانی و از دست دادن استقلال روانی و ذهنی جنون معنی میده و همینطور معنی بهشت میده و همینطور معنی باغ بهشت میده، هم بهشتی که باغ هست هم بهشتی که بدون باغ ازش استفاده میکنند و همینطور معنای مار میدهد، جان با الف همزه، جان به معنای مار هست. از کسانی که اسمشون جان هست و عذرخواهی میکنم. و آخرین معنی که شاید برای این برنامه به درد بخورد معنی نطفه و معنی جنین میدهد، نه تنها در زبانهای لاتین و انگلیسی و فرانسه و اینها، بلکه در قرآن هم معنی نطفه و معنی ژن میدهد. معنی دیگری که برای این واژه میشود در قرآن جستجو کرد معنی چگونگی انشا هست، که خاصیتی که نقشه ترکیب یا نقشه کامپوزیشن که چطور چیزهایی با هم ترکیب میشن و کامپوز میشن، اون عاملی که باعث حفظ نظم ترکیبی میشه اون رو هم در قرآن دیده شده که به نام جن از اون نام میبره. فکر کردیم که ما برای اینکه هم گوش شما با آوای تجوید قرآن آشنا بشه و هم بین اینها ما یک تنفسی انجام بدیم، آیات قرآن رو هم مدیر فنی ما روی صفحه
تلویزیون قرار میدن و صدای اون رو ما از استودیو پخش میکنیم که کمتر بشه بار ایشان و کمتر تداخلی در کار ضبط و پخش ایشان فراهم بشه. به سوره شماره 6 قرآن، سوره انعام آیه 76 میپردازیم. بعضی از دوستان دیدیم که این اسم رو انعام میخوانند و انعام به معنای نعمت دادن هست، به معنای نعمت بخشیدن هست. انعام به معنای چارپایان هست، به معنای حیوانات چارپا هست و اسم این آیه انعام هست که به نام حیوانات چهارپا گفته شده. در آیه شماره 76 از سوره ششم قرآن که سوره انعام هست، متن عربیش رو برای شما بگذارم که اتاق فرمان اگر که فرصت کردید این آیه رو بزرگ بکنید و روی صفحه مانیتور قرار بدید، خیلی ممنون. فلما جن علیه اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. در این آیه می فرماید که فلما جن علیه اللیل، پس چون شب بر او در واقع پوشیده شد، یعنی شب دید او را پوشاند و در واقع مانع دیدن او شد، که کلمه جن در اینجا در قالب پوشاندن و پوشیدن و تلبیس معنی میده، بر چیزی سرپوش گذاشتن، بر چیزی مانع ایجاد کردن، سپر شدن، که وقتی که فلما جن علیه لیلو، و چون وقتی که پوشانید بر او شب تاریکی را، که جن در اینجا اشاره به پوشش و پوشانیدن است، و وقتی که شب با تاریکی او را پوشانید، ستاره ای را دید و گفت این خدای من است، و چون آن ستاره فرود آمد پنهان شد، افول کرد، گفت چیزهایی که ناپدید می شوند دوست نمی دارم. وقتی که تاریک می شه ستاره دیده می شه، قبل از اون ستاره دیده نمی شه. یعنی جن در اینجا نقش پوشاندن و پنهان کردن رو می ده. خود جن هم اصلا یعنی پوشیده و پنهان، هم پوشیده و پنهان معنی می ده، هم پوشاندن و پنهان کردن معنی می ده، که در اینجا اون مفهوم دوم حادث میشه. در آیه دیگری در همین ارتباط به سوره شماره 53، سوره نجم آیه شماره 32، عذر میخوام، سوره 53 آیه شماره 32، سوره 53 آیه شماره 32 رو اتاق فرمان مشغول جستجو هستند، که کار مشکلیه که هم برنامه ها رو ضبط بکنن و هم روی یوتیوب بگذارند و هم عرض میکنم که روی قسمت های مختلف و در این حال دنبال پخش برنامه هم بگردند و اینها.
کار بسیار مشکلیه، ولی خب همه این کارها رو اتاق فرمان در کمال زحمت و سخاوت انجام میدن. سوره 53 نجم با هم میشنویم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. میگوید که او در قسمتی که مربوط به موضوع جن می شود، در قسمت دوم آیه میگوید و او اعلم است بر آنچه او انشا می کرد. انشا به معنای ترکیب کردن در مقابل تجزیه، به هم آمیختن و از اجزا کل ساختن و در واقع خلقت ترکیبی یا خلقت انشایی یا کامپوز کردن در واقع. و او اعلم است بر آنچه که او انشا می کرد یا ترکیب می کرد و به هم می آمیخت در ایجاد تو با زمین، با خاک، وقتی که اجنه در بطنهای مادرتان در واقع پنهان بودند و وجود داشتند، که در این آیه جن اشاره به یک وجودی میکنه که شاید برای سهولت کار بشود که از اون به نام نطفه نام برد، و باز هم نشان میده که اشاره به یک موجودی میکند که اون موجود قابل رؤیت نیست برای ما، و اون نطفه که در واقع عامل و وسیله و معمار مخلوط کردن خاک با هستی و ایجاد آدم هست که انشا میکنه، در واقع این خاک تبدیل به غذا میشه و این غذا تبدیل به تغذیه میشه و این تغذیه‌ای که از خاک به نطفه میرسه در واقع نطفه با کار گرفتن این خاک و کاربرد این خاک شروع به ساختن خانه‌ای میکنه به نام انسان. ما اون نطفه رو نمیبینیم و بالاتر از این ما نسخه‌ای که معماری میکنه اون نطفه در درون اون نطفه قرار داره، اون خاصیت و اون توان و اون فن معماری رو ما نمیبینیم و نمیشناسیم. به این لحاظ هست که به نطفه‌ای که دارای توان ناپیدا و غیر قابل رؤیت است، در اصطلاح قرآن در سوره نجم آیه 32 ترتیبی که ملاحظه فرمودید، در اینجا قرآن مفهوم جن رو در اینجا استفاده میکنه و مورد عمل قرار میده. آیه دیگری که باز در ارتباط با جن در قرآن گفته شده، سوره شماره 6 آیه 100 هست از قرآن، که در این باره اشاره میکنه به اینکه مفهوم
جن در قرآن چیست. اجازه بدهید که به صوت تجوید عربی این گوش بدهیم با این قاری خوشخوان و بعد به ادامه صحبت بپردازیم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. جن در اینجا به معنای معبودی اشاره شده است که به عنوان اله و خدا یا معبود مورد پرستش قرار می گیرد اما دیده نمی شود، به طوری که در متن آیه ملاحظه می کنید می گوید که برای خدا در اینجا همونطور که عرض کردم در واقع برای خدا یا خدا رو به عنوان معبود در اینجا اشاره میکنه، اما معبودی که اونها به جای خدا میگیرن چون دیده نمیشود و هر اثری رو به اون نسبت میدهند و او رو مؤثر اون آثار تلقی میکنند عنوان جن به او میدهند، که جن در این آیه اشاره به معنای وجود مؤثر و خالقی است که در غیبت است و در جای خدا قرار می گیرد. و به این ترتیب در این آیه قرآن یکی دیگر از مفاهیم جن رو بیان میکنه. به آیه دیگری از قرآن اشاره میکنیم، آیه شماره 112 از همین سوره انعام، که بسیار این یک آیه به نظر من آموزنده است و روشنگر مطالب بسیار مفید است. با هم گوش میدیم به آیه شماره 112 سوره ششم قرآن. و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. و به این ترتیب و به این شیوه ما قرار دادیم و ما ساختیم برای هر پیامبری دشمنی و خصمی. در اینجا خداوند میگوید که شیوه و سنت خدا این است که برای هر پیامبری که وظیفه رسالت و نبوت به عهده او گذاشته میشود مقاومت و دشمنی هم خلق میشود در مقابل او، و این دشمنی و این مقاومت از شیاطین است که اون شیاطین که با پیامبر یا هر پیامبری به مبارزه و به خصومت و دشمنی می پردازند نوعاً اینها می توانند که از نوع انسان و جن باشند، نه اینی که یا انسان باشند یا جن. در هیچ کجای قرآن تا اینجایی که با هم پیش خواهیم رفت دیده نمی شود که در قرآن نشانه‌ای به جن داده باشد یا اشاره‌ای به جن کرده باشد
و انسان در اونجا جا نداشته باشد و خالی باشد جای انسان و جن دارای شخصیت مستقلی باشد در فعلیت عرض میکنم. آیه هایی هم هست در قرآن که به صفات جن اشاره میکند. من نسبت به آیه های اظهار نظر میکنم که این آیه ها در فعلیت به جن اشاره میکند و این موضوع بسیار مهم است که بیننده در توجه خودش داشته باشد که تعاریف قرآنی در وجوه توصیفی وقتی که توصیف جن رو میکند ممکن است که جن به تنهایی قابل طرح باشد، قابل تعریف باشد. خدا هم به تنهایی در قرآن در موردش صحبت شده بدون اینکه راجع به کسی دیگری صحبت شده باشه، اما با این وجود ما خدا رو نمیشناسیم. اما هیچ آیه ای ما در قرآن نمیبینیم که خدا را در فاعلیت ذاتی، نه در فاعلیت صفات او، در فاعلیت ذاتی ما نمیبینیم که خدا رو در قرآن معرفی کرده باشه و این مستقل و مفرد بیان شده باشه، یعنی گفته باشه که خدا در فاعلیت ذاتش این کار را انجام داده. چون ما از طریق مفعول و وقت میتوانیم که به فاعل برسیم اگر که مفعول به فاعل ذاتی منتهی بشه. در اینجا ما یعنی در هیچ کجای قرآن ما نمیبینیم که به فعل جن، به عمل جن یا به خاصیت فاعلیت جن اشاره بشه و انسان در اونجا جاش خالی باشه. و نتیجه‌ای که خواهم گرفت قریبا عرض خواهم کرد که چرا به این موضوع انقدر پا می فشارم و اصرار دارم. و قرآن میگوید که در آیات قبلی تعریف میکند و بعد میگوید به این ترتیب، به این شیوه که شیوه ماست، که سنت ماست، خدا میگوید که به این سنت ما که سنت الله هست ما چنین شیوهی داریم و قرار بر این گذاشتیم و ما ساختیم، ما ایجاد کردیم خود به خود و بدون سازنده این وضعیت به وجود نمی آید که ما برای هر پیامبری، حالا انسانهای معمولی که پیامبر هم نیستن تکلیفشون معینه، برای هر پیامبری دشمنی و خصمی قرار دادیم که این دشمنان و این در واقع کسانی که خصم هستند اینها عدو هستند، دشمن هستند و جنسن شیاطین هستند، شیاطینی که از انسان و جن ساخته شدند. پس پیامبری وجود دارد، سنتی هم وجود دارد که در ساختار هدایت قرار دارد، چون کار پیامبر رساندن هدایت خدا به خلق است و کار هدایت خدا هرگز به خطا نمی رود. بنابراین در اینجا می بینیم که شیطان هم برخلاف اون چی که تا کنون می دانستیم یا می دانستید، کار شیطان تعرض و در واقع طغیان و گردنکشی یا سرکشی در مقابل خدا نیست. شیطان هم یکی از عوامل و یکی از اسباب هایی هستند که خداوند که مسبب الاسباب هست ابزار و اسبابی ایجاد می کند در جهت کار پیامبران، که کار پیامبران ابلاغ هدایت است، ابلاغ آیات الهی است که اون آیات الهی در خودشون بار هدایت داره، بار گمراهی نداره. در مقابل این آیاتی که هدایت می کند وسیله گمراهی هم فراهم شده و همان پیامبری که کار او هدایت مردم است از طریق ابلاغ آیات الهی، برای او هم دشمنانی خلق می کند خدا که با او بجنگند، در واقع سد راه او بشوند و در مقابل تعالیم او مقاومت کنند
و این شیاطین کسانی که باعث انحراف و باعث کجروی می شوند و باعث سقوط ارزش ها می شوند و باعث انحراف و تغییر مسیر می شوند و مانع حرکت در صراط مستقیم می شوند، خداوند می گوید اینها به عنوان دشمن و به عنوان خصم اینها رو من می آفرینم و شیوه کار اینها رو هم من معین می کنم و جنس اینها رو خداوند بیان می کند که این شیاطین از انسان و از جن ساخته شدند که چه می کنند؟ یعنی این شیاطینی که از جن و از انس من ساختم، اولین نتیجه‌ای که در اینجا می گیریم این است که جن و شیطان هر دو در قالب انسان هستند، نوعاً شیطان هستند. این شیطان می تواند که نوعاً انسان و جن باشد، یعنی شیطان و جن در درون انسان و در قالب انسانی انسجام پیدا می کند. در واقع جسدیت و جسمیت شیطان و یا جن موکول به وقوع جن و شیطان در یک قالب جسمانی است و هیچ قالبی جز قالب انسان نمیتواند که در برگیرنده و پذیرای موجودی به نام شیطان و موجودی به نام جن باشد. جن و شیطان که در مورد تفاوت اونها قریبا توضیح کافی خود قرآن داده، در وجود انسان دارای مظروفیت می شوند، درست مثل آبی که در یک فنجان مظروف واقع میشه و مشهود میشه، اما اگر این آب رو روی زمین بریزید یا بخار بشه در فضا پراکنده بشه، آب به جایی نرفته ولی آب دیده نمیشه و اثر هم نداره، اثر نوشیدن نداره. اما وقتی که این آب به وسائلی در واقع محفوظ میشه و مظروف میشه در یک فنجان، اون وقت به این فنجان میگوییم ظرف، به این فنجان میگوییم قالب، به این فنجان میگوییم محیط، به آبی که درون این فنجان است میگوییم مظروف، میگوییم محاط، میگوییم مغلوب. مغلوب با قاف منظورم هست، مغلوب. اگر که ما این ظرف رو از مظروف جدا کنیم، مظروف دوام ندارد، دیده نمی شود. خاصیت خودش رو اگر بگوییم که خاصیت آب این است که انسان می تواند او رو بنوشد، نوشیدن اگر که خاصیت آب باشد، این فقط در قالب یک فنجان این خاصیت عیان می شود. و اگر این ظرف یا فنجان رو از آب فاصله بدهید و دور کنید، وجود مظروف بدون وجود و ظرف یا وجود مغلوب بدون وجود غالب قابل رؤیت و قابل معاینه و قابل برخورد نیست. این است که شیطان نمیتواند که دارای غالب مستقلی باشد. اگر دارای غالب مستقلی باشد، خود او یک انسان خواهد بود، انسانی که با انسان‌های دیگه متفاوت خواهد بود. چرا؟ چون شیطانی است که انسان است و قالب مخصوص خودش رو دارد، بنابراین قالب او باید متفاوت باشد. اما چنین نیست. شیطان نمیتواند وجود داشته باشد و نمیتواند مؤثر باشد مگر اینکه شیطان در قالب انسان ظهور کند و حضور شیطان
در قالب خاکی انسان مشهود و مؤثر و معاینه و شناخته می شود. در این آیه می گوید که ما قرار دادیم و کذالک جعلنا و این چنین ما قرار دادیم لکل نبی، هر که نبی باشد این قانون شامل حال او می شود. هیچ پیامبری نیست که ما عدو یعنی شیطان و جن انسانی یا جن و انسان برای خصم با او، برای دشمنی با او ایجاد نکرده باشیم. اصلا این جزء بسته‌بندی ارسال نبوت و رسولان است. هر پیامبری، برای هر پیامبری دشمنی و خصمی از شیاطین، از نوع انسان و جن، که چه می کنند اینها، چطور اینها دشمنی می کنند، واقعا اینها با پیامبر کشتی می گیرند، اینها با پیامبر به زد و خورد می پردازند، حکومت نظامی تشکیل می دهند، اینها چه می کنند و چگونه دشمنی خودشون را عرضه می کنند، علاوه بر این که از جسم خودشون و از قالب انسانی کسانی که در اونها هستن استفاده می کنند و جنگ های انسانی، جنگ های جسمانی آدمی را انجام می دند، اما فوق بر این کار اینها وحی می کنند و ندا می دهند و در یکدیگر اثر می گذارند. حالا هم می توان گفت که انسان های جن زده به یکدیگر اثر می گذارند و به یکدیگر وحی می کنند، که بسیار تعریف غیر معقولی است که انسان ها یکدیگر رو تربیت می کنند و در یکدیگر تأثیر تربیتی و ارزشی می گذارند. اما آنچه را که قرآن در اینجا می گوید که یوهی بعضهم الی بعضن، که بعضی از این شیاطین به بعض دیگر این شیاطین وحی می فرستند، پیام می فرستند و در واقع روی اونها اثر میگذارند و برای اونها ندا و پیام میفرستند. این بیان قرآنی تنها در حالتی میسر است که فرض کنید که دو انسان وجود دارند، یک پیامبر هم وجود دارد و این دو انسان خصم و دشمنان این پیامبر هستند. هم خود انسان ها دشمن پیامبر هستند و هم درون این انسان ها، یعنی این انسان ها در واقع حامل و ناقل و پوشاننده و قالب و دربرگیرنده یک شیطان و یا جنی در درون خودشون هستند، که جن بدون وجود انسان قابلیت وجودی و قابلیت اثر ندارد. بنابراین وقتی که جن در وجود من رسوخ می کند و شیطان قالب جسمانی من رو به عنوان قالب خودش استفاده می کند، چون جن نمی تواند فکر کند، نمی تواند عمل کند، نه می شنود، نه می گوید، نه می نوشد و نه بقیه کارهای بشری رو انجام می دهد، نمیتواند چیزی بگوید، نمیتواند چیزی بشنود، نمیتواند راه برود، نمیتواند پیام بفرستد. یک نیروی منفی است. این نیروی منفی زمانی گوش پیدا میکند، چشم پیدا میکند، دهان پیدا میکند، حرکت میکند، فیزیک و انسجام پیدا میکند که در یک قالبی سرنشین بشود. و قرآن در کمال ظرافت در آیه شماره 100 در سوره
شماره 113 و 114 که البته این جزء برنامه کار ما نیست، اتاق فرمان دنبال این نگردید که در لیست شما نیست. سوره فلق و سوره ناس رو وقتی شما ملاحظه میکنید به این شیطان و به این جن اشاره میکند که اینها نیروهایی هستند که با ابزارهای مختلفی وارد قالب و وارد جسم و وارد قلب و وارد مغز انسان می شوند. حتی محل فرودگاه جن رو در قرآن معین کرده که اینها به کجای انسان نفوذ می کنند و در کجای انسان فرود می آیند و بر چه قسمتی از وجود انسان، از خاک انسان، از قالب انسان به کدام یک از اینها حمله می کنند. در آیه شماره سوره شماره 113 که می‌فرماید که قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می‌برم به رب فلق، من شر ما خلق، از شر آنچه که خلق کرده است، و من شر غاسق اذا وقب، و از زشتی و از شر تاریکی وقتی گسترده و غیر قابل نفوذ می‌شود، و من شر نفاسات فی العقد، و از شر نفس نون ف و سیس نقطه نون فا و سیس نقطه. نفس به معنای دمیدن، به معنای فوت کردن، نفخه کردن، چیزی رو داخل چیزی کردن، یک عامل خارجی رو به یک حوزه داخلی فرو بردن، یک امر بیرونی رو درونی کردن، ایجاد نطفه‌سازی و درونگرایی در یک قالب کردن، اینها معنی نفس با سیس نقطه است که با نفس سین اشتباه نکنید. و من شر نفاسات، از شر نفاس فعل مشدد، فاعل مشدد نفس کننده است که با شدت و حدت و دوام و قوام کار او دمیدنه، یعنی خسته نمیشه، فقط کار او این است که مرتب دمیدن رو ادامه بده، بدمه، در واقع با فورس و با نیرو یک امر خارجی رو که در اینجا ما میفهمیم که بی ارزشی است و فریب و انحراف و انحطاط و زشتی، اینها رو به ما تزریق میکنه. نفس یعنی تزریق، یعنی چیزی رو در درون انسان وارد کردن و یک سمی رو به نام رزق به وجود انسان دادن، یک بدی رو به عنوان خوبی به انسان تحمیل کردن و تحمیق کردن، اینها همه معنی نفسه. و قرآن میگوید که من اینها رو، قرآن نفاس اینها رو در عقده ها میدمه، یعنی وقتی که وسوسه ایجاد میکنه و وقتی شر ایجاد میکنه و وقتی میخواد وارد بشه به وجود انسان، راههایی رو که پیدا میکنه راههایی است که انسان به اون راهها نیاز فراوان داره، یعنی به بالاترین نقطه ضعف انسان حمله میکنه و محل فرودگاه در واقع نفاس، تسخیر پذیرترین محلی است که در وجود انسان قرار داره. یعنی فرض بفرمایید که برای من حمید میرزا آسی، نفاسی که به من حمله میکنه به صورت یک کسی است که به عنوان مثال به من پیشنهاد میکنه که آقا این تلویزیونی که شما باز کردید، چون من میخوام تلویزیون من در دنیا اول بشه،
البته این تلویزیون من نیست، تلویزیون شماست و تلویزیون ده‌ها نفر کسانی است که این بار رو به دوش می‌کشند. ولی حالا به من میگوید که این تلویزیونی که تو به او دلبستی می‌خوای جهانی بشه، می‌خوای از تلویزیون ABC و NBC و اینها بالاتر بره، می‌خوای اسم تو در تاریخ بماند که یک آقای آمد در آمریکا یک تلویزیونی باز کرد که از همه دنیا بالاتر بود. اینها نقاط ضعف منه. میگم بله، من اصلا فدایی این کارها هستم. من جانم به لب اومد از وقتی که وقتی نزدیک آخر ماه میشه مرتب از خدا میخوام که تاریخ یه خورده عقب بیفته که اتفاق بدی آخر ماه نیفته که ما این حسابها رو بپردازیم. خب برای من وقتی یک کسی میاد میگه آقا من میخوام به شما یک تلویزیونی بدم، کما بیش هم گفتن که شما اصلا در دنیا نام‌آور بشی، شرطش هم خیلی یکی دوتا شرط مختصر داریم، من معمولا باید قبول بکنم. چرا؟ برای اینکه من در اونجا ضعیف هستم. یا یک پسر 18 ساله ای رو میخوان بگن شما به مملکتت خیانت بکن، به مادر و پدرت خیانت بکن. در یکی از اشعاری که فکر میکنم مال ایرج میرزا باشه میگوید که یک پسری عاشق یک دختری شد و اون دختر گفت اگر که میخوای من با تو ازدواج کنم، هرچه گفت و اینها، پسر گفت حاضرم، گفت نه اینها رو نمیخوام، من قلب مادرت رو میخوام. و بالاخره پسر راضی شد چون عاشق بود و مجنون بود و بالاخره تکلیفش معلوم. گفت باید چه کنم؟ گفت هیچی، مادرت رو باید به صورت زنده دست بکنی در سینه‌اش و قلب او رو در بیاری در حالی که قلبش هنوز تپش داره و این رو برای من هدیه بیاری تا من زنت بشم. و همین کار رو کرد و وقتی که می آمد که از اتاق بره بیرون، هنوز مادرش نیمه جانی داشت که هنوز نمرده بود و آخرین نفسها رو می کشید، شاید ثانیه هایی بعد از اینکه قلب او از سینه خارج شده بود، پای پسر به معجر در می گیره و زمین می خوره که فریاد مادر بلند میشه که وای پای پسرم خورد به سنگ، نمیدونم چی شده اینها، که هنوز مهر مادری از بین نرفته. ولی پسر در مقابل این مهر مادری عقد و عقده های او اونقدر قوی بوده و اونقدر تسخیر پذیر بوده و نیاز او اونقدر زیاد بوده و اعتیاد او اونقدر زیاد بوده یا جنون او اونقدر زیاد بوده که تا اونجا پیش میره که قلب زنده مادر خودش رو از سینه خارج میکنه. اینها رو و صحبت‌های دیگه‌ای که جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد، قرآن به نام عقده، گره، جایی که حرکتی که در حال انجام هست متوقف میشه، به بنبست میخوره، گره کور ایجاد میشه، متوقف میشه، سد ایجاد میشه و در اونجا نیرو لازمه که این سد رو برداریم. من میخوام میلیونر بشم، نمیشم، این یک عقده است. من میخوام بزرگترین تلویزیون روی زمین بشم، این عقده است. من 18 سالمه، میخوام چند تا دختر 16 ساله دور و بر من باشن، این عقده است. میگوید که و من شر نفاسات فی العقد، خدایا من حفظ کن از شر نفاساتی که میدمند در عقده ها، در نقاط ضعف، در جایی که انسان تسخیر پذیره. و من شر حاسد اذا حسد. و در آیه بعدی باز هم اشاره میکنه به شیطان دیگری که تعریف این آیه شماره 112 از سوره 6 سوره انعام را راحت تر میکنه و تفسیر قرآن به قرآن میشه، که در سوره ناس میگوید که قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر وسواس خناس، پناه میبرم به رب همه آدمیان، اله و معبودی که برای همه آدمیان است، به او پناه میبرم و از او میخواهم پناه بردن، یعنی نزدیک شدن، یعنی من از شیطان دور میشم، به خدا نزدیک میشم. از چه چیزی پناهنده خدا میشم؟ از شر وسواسی که خناس است، یعنی
خناس یک تفاوتی با نفاس داره. نفاس میدمه مرتب، داخل میکنه، چیزی رو از خارج وارد میکنه با نیرویی که وصف در واقع نیروی دمیدن و نفخه کردن هست. یک موضوع یا یک بیارزشی یا ارزش و هر چیزی خارجی رو وارد میکنه به انسان، در واقع معنی دخول میده، معنی ورود میده. در مقابل اون خناس معنی استخراج میده، معنی خالی کردن میده، تهی کردن میده. درست این نفاس و خناس در مقابل هم ایستادن، یعنی نفاس درون میکنه، خناس بیرون میکنه. یکی همه بی ارزشی ها و زشتی ها رو در انسان فرو میکنه، در انسان وارد میکنه و داخل میکنه، و اون دیگری که خناس است ربایش میکنه، از انسان خارج میکنه، یکی درون میکند یکی بیرون میبرد. اون که درون میکند بی ارزشی ها رو، زشتی ها رو، شیاطین رو، اجنه رو در انسان وارد میکند، گمراهی، دروغ، تجاوز و همه زشتی ها و صفات زشت رو در انسان رنگامیزی میکند و وارد میکند، شیرین میکند و وارد میکند، و انسان پذیرای اونها میشود. خناس همه ارزش های انسان رو در چشم انسان ناجور میکند و انسان رو واگذار به پذیرش میکند که انسان راضی بشود که اونها رو بدهد و جان او راحت بشود. یعنی به یک دختر جوان میگوید که اینکه این مقدار به ناموس و عفت خود چسبیده ای، از عفت چه معنی میدهد؟ عزت چه معنی میدهد؟ دختر جان از جوانی خودت استفاده کن، این همه پسرهای خوشگل دور و برت جمع شدند، این همه مشروبات الکلی خوب، این همه مواد مخدری که به انسان کیف میدهد، لذت میدهد، این کشتی ها، این هواپیما ها، این مسافرت ها، این همه پسرهای پولدار، عزت چیست؟ عفت چیست؟ عصمت چیست؟ مزخرفات چیست؟ آخوندها تو کله شما کردن، حزب اللهی ها تو کله شما کردن. از زندگی لذت ببر، تا جوان هستی پهلوی این پسرها باش، از زندگی بهره ببر. اینها در واقع خناسی است که ارزش های اون دختر رو تبدیل به زشتی ها میکنه و اون دختر این زشتی ها رو از خودش دور میکنه، یعنی زیبایی ها رو از خودش دور میکنه. و نفاس همون موقع حاضره و هر کدامی که اون در واقع وکیوم میکنه، استخراج میکنه ارزش ها رو، نفاس در کنار او قرار گرفته و هرچه خاکروبه و کثافت هست در جای خالی اینها رو میریزه و وجود شخص متحول میشه، یعنی ارزش های انسان از او خارج میشه، بی ارزشی ها به او وارد میشه. و این ورود و خروج در بیان صریح قرآن از طریق نفاس و خناس انجام میشه. کاری که نفاس میکنه بر عقده ها، بر ناتوانی ها، بر آرزوها، بر اعتیادات، بر حقارت‌ها، بر سرکوب شده‌ها مرتب نفخه می‌کنه و ایراد می‌کنه و وارد میشه و داخل میشه و ضربه وارد می‌کنه تا نابود کنه. و در مقابل اون خناس شروع به برداشت می‌کنه. اسلحه و فرودگاه نفاس عقده انسانه، عقد هست، و محلی که خناس از وسیله‌ای که استفاده می‌کند وسیله خطرناکی است به نام وسوسه، که انسان دچار تردید می‌شود و در این وسوسه ارزش‌های انسان متوقف و گاه از بین می‌رود و انسان ارزش‌ها را به جای بی‌ارزشی از خودش دور می‌کند. به این واردات و صادرات در اصطلاح قرآنی نفاس و خناس میگویند، که یکی در عقده ها اثر میگذارد و آن دیگری که ارزش ها را از انسان میرباید، کار او از نفاس هم خطرناکتر است. و قرآن میگوید الذی
یا وصف صوفی صدور ناز وسوسه رو در کجا ایجاد میکنه؟ در مرکز فرماندهی بدن، صدور، صدرها، جای بالا، مقر فرماندهی، در اونجا این کار رو انجام میده و در اونجا باعث اثر میشه. مبحث امشب رو مجبور هستیم به همین قسمت بسنده کنیم. خاطرمان باشد که در جلسه آینده از سوره ششم قرآن، سوره انعام، آیه 112 آغاز خواهیم کرد و انشاءالله هر جلسه رو اختصاص می دهیم که نیمی از جلسه رو به موضوع جن می پردازیم و نیمی از جلسه رو به موضوعات دیگر که خیلی هم برنامه خسته کننده و یک نواخت نشه. ما امروز مصاحبه ای داشتیم با دکتر استنزای در ارتباط با کارهایی که معمولا ما از این کارها نمی کنیم و اینها، ولی خب دیگه حالا پیش آمد و این آقای رئیس جمهور آینده به علت خصوصیات خاصی که دارن ما رو مجبور کردن که از آقای استنزای بخوایم چند کلامی با ایشون صحبت بکنیم. تصور میکنم که بعد از اینکه یک برنامه از گزارش حفر چاهای منطقه کابل رو که دو نفر از دوستان ایرانی ما هدیه کردن به کودکان افغانستان، اون رو پخش خواهیم کرد و اگر باشه حاضر باشه، و بعد از اون به مصاحبه‌ای که من با دکتر استنزای داشتم انشاءالله توجه خواهید کرد. از طول برنامه پوزش میخوام از اینکه گاهی از اوقات صدای ما در این برنامه بلند میشه. ما جز شما دادرسی نداریم، البته خدا بالا سر همه ما هست. گاهی از اوقات این چیزی رو که یأس و ناامیدی اسمش رو میذارن یا عصبانیت اسمش رو میذارن، اون رو با شما در میان میگذاریم و شما اون رو به صورت فریاد و شکوه از من میبینید. تقاضای گذشت و عفو دارم. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید. خدا نگهدارتون.